راجب ازدواج بگو. چی شد؟ من همسرم ایران زندگی نمی کرد، اومد یه سفر پدر مادرشو ببینه، من گرفتمش. کاش اینجا بود ازش میپرسیدم که خوش، یعنی پشیمون نیست که اومد پدر مادرشو ببینه؟ فکر کنم باشه، ولی 15 ساله هیچی نگفته. 15 ساله که ازدواج کردی؟ بله. و همسر برزو، خب ما از سالهای سال، چون همسرشون هم گریمور هستن و سالهای سال با هم کار کردیم، انقدر مهربانن، انقدر خانم خوب، انقدر مادر خوب، انقدر همسر خوب و درجه یک، مثل خود برزو. و امیدوارم همیشه سالم باشید، در کنار هم باشید. ما صفر تا صد ازدواجمون 20 روز طول کشید، یعنی ما 20 روز هم کمتر. من 20 خرداد رفتم خواستگاری همسرم، 3 تیر عقد کردم. و چی گفتی اولین بار؟ چی گفتی؟ به پارمیز؟ بله. که برای ازدواج هم بودم زن من میشی؟ بعد چند روز این جمله رو گفتی؟ بعد 2 ساعت. 2 ساعت؟ یعنی 2 ساعت دیدی؟ نه، ما هم کلاس دانشکده بودیم. آها. ما هم کلاس دانشکده بودیم، همدیگر رو میشناختیم. بعد بنا به دلایلی من یه تایمی نمیتونستم کار کنم، بعد بهم زنگ زدن که پارمیس اومده، بعد گفتم که من میرم دیدنش، رو زنگ زدم و قرار گذاشتیم. من پارمیس رو سوار کردم، به خدا بدونی که فکر کردم با من ازدواج میکنی، و گفت یکم فکر کنم. گفت باشه. یعنی همون موقع جواب داد؟ بله. چقدر؟ یه 2 دقیقه مثلا فکر کرد و جواب؟ کلا فکر کنم 3 دقیقه و نیم. خیرشو ببینی. فکر کرد. خیلی هم عالی. اگر این کارو نمی کردی چی کار می کردی؟ اگر حرفتی نبود یه شغل دیگه، یعنی راننده ترانزیت می شدم. ترانزیت؟ بله. یعنی بین ایران و کشورهای دیگه؟ بله. کامیون؟ تریلی. دوست داری؟ تریلی دوست داری؟ خیلی. تریلی دوست داری؟ چقدر با احساس. میگن هنرمندها چقدر احساس و چقدر لطیفن، چقدر روح لطیف. تریلی دوست داره. نه، دلیلش رو بگم. برای اینکه مثلا اون موقعی که مثلا من 2 سال رد شدم مدرسه، بعد با خودم فکر کردم خدای من، اگه دانش، چون پدرم گفته بود اگه دانشگاه قبول نشی اجازه نمیدم بری جلوی دوربین، یا میری دانشکده بعد میری جلوی دوربین، یا اصلا این حرفه رو فراموش کن. بعد موقعی که گواهی نامه گرفتم مدرسه میرفتم دیگه، مثلا با ماشین میرفتم مدرسه. بعد با خودم یه روز فکر کردم که اگه من نتونم برم دانشگاه چیکار میتونم بکنم؟ دیدم فقط رانندگی بلدم. آها. بعد گفتم که چه کار رانندگی باحال؟ با اولین تریلی که دیدی؟ یک دل نه صد دل. عاشق تریلی شد. نه اصلا این همه احساس تو وجود یه مرد، به خاطر واقعا سفرش واقعا دوست دارم. هنوزم که هنوزه من سفر با ماشین رو بیشتر از سفرهای دیگه دوست دارم. و با تریلی میتونی رانندگی کنی؟ یه بار رانندگی کردم. یه بار رو کرد. خیلی خوب. از شوخیایی که تو بچگی میکردی بگو یکم. برزو معروفه به اینکه شوخی‌های بسیار وحشتناک، خشن، جفت پا، مثلا رفته تو شکم یه نفر تا بردن بیمارستان، بعد قش قش خندیدن. یعنی شوخی‌های اینجوری می‌کرده سال‌ها. فقط با یه نفر. کی؟ با علی پاشا شیرینکار، یکی از دوستان بود. ما شوخی‌هامون در حد مرگ بود. چرا؟ دیوونه بودیم. یعنی ما صبح که بیدار می شدیم تصمیم می گرفتیم که مثلا فکر می کنیم که چه بلایی سر هم بیاریم. با یه نفر اینجوری بود فقط. شوخیاشون در حد مرگ بوده. عشقش هم اینه که راننده ترانزیت بشه، تریلی داشته باشه. مثلا علی پاشا یه بار چاقو زد تو دست من. تو دستت؟ من یه بار با ماشین زدم بهش. خیلی هم عالی. شروع جملاتش هم گفت که تو هر کاری انسان باید عشق داشته باشه. واقعا با عشق این کارو با علی پاشا میکرد. مثلا با عشق جیگرم حال میومد، باور کنید. خیلی خدا رو شکر که ما با هم شوخی نداریم.
و برزو خیلی صدای زیبایی داره، خیلی گیتار میزنه و میخونه. و موسیقی رو هیچ وقت جدی گرفتی؟ به طور جدی دنبالش بری یا؟ یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگیم همه. که جدی نگرفتی؟ بله. اشتباه کردم، جوونی کردم. چند تا ترک ولی ضبط کردی؟ اونم واقعا ترک‌های حرفه‌ای به نظر خودم نیست، یه چند تا تیتراژ سریال خوندم و دو تا هم ترک. ولی صدای گرمی داری، من صدات رو دوست دارم. این که شما بگین برام. نه واقعا خواهش میکنم، ولی میخوای کاری کنی؟ نه. فکر کن الان شب من یه فضای رمانتیک بسازم. فکر کن الان شب پر از ستاره، هوای خوب، پشت تریلی نشستی، داری میری به سمت ارمنستان مثلا. زمینی واسه خودت زمزمه میکنی. چی زمزمه میکردی؟ قابل پخش نیست. باش بذارید یه کمی درست میشه. شما خودتونم، من یه نفر میشستم شوخیاتون عجیب غریب بود دیگه. من؟ بله بله جانم بفرم. اصلا من یادم شما توی بازی گفتین مثل کوفته تبریزی میزانمت تو کوفته میزن. گفتنش فرق میکنه با ماشین بزنی به یکی؟ اون که کوریه، آدم خیلی حرفا میزنه. خب من ولی نه، من ولی یه خاطره بی نظیر خنده دار بگم برای اینکه. بله بله. من یه کاری رو با آقای مدیری با همدیگه، خدا رو شکر من میتونستم باهاشون بازی کنم، بعد اون کار شمال بود، بعد قرار شد که برای تو راهمون، یعنی من با ماشین آقای مدیری بریم، بعد برای تو راه همون قرار شد همسرم کتلت درست کنه. بعد من رفتم دم خونه آقای مدیری، ما هنوز به اتوبان 100 تموم نشده بود، کتلت ها تموم شد. 25 تا کتلت انقدی بود با نون تافتون انقدر. قبل از شروع اتوبان بابایی هیچی نداشتیم. نه بعد آقای مدیری سوار ماشین شدم، منم اینه یک کتبانون بغل بود ساندویچ رو میپیچیم. آره خیلی لطیف، گوجه میذاشت، خیارشور میذاشت، اینا لوله میکرد، یه ذره نمک میذاشت. خودم نمیخوردم چون نمیرسیدم. میداد آره. آقای مدیری هم اولین نشستیم تو ماشین، مثلا ماشین حرکت کرد گفتم سفر شروع شد دیگه. آره یعنی قشنگ این دو تا گراز. آره دور از جونت. آقا خواهش گرازتونم. خواهش میکنم. Ha ha ha!